سلام دوستان، وقتتون بخیر. امروز قراره با هم آموزش مجازی آینه آنتیک یا دکوراتیو رو داشته باشیم. برای آموزش امروزمون نیاز به یک سری متریال های اولیه داریم. اولین متریال ما آینه هستش. همونجور که میدونین آینه یک لایه شیشه هستش که پشتش جیوه میخوره و بعد از اون هم یک لایه رنگ میخوره. حالا ما قراره که یک کاری رو انجام بدیم که اون آینه ساده رو به یک آینه دکوراتیو و زیبا تبدیل کنیم. ابعاد آینه من الان اینجا توی این فیلم 40x50 هستش. اما ابعاد آینه برای شما کاملا سلیقه‌ایه. نسبت به فضا و کاری که می‌خواید انجام بدین توی ابعادهای مختلف می‌تونین آینه‌تون رو انتخاب کنین. متریال بعدی که ما باش کار میکنیم رنگبر هستش. همجور که میبینید به این شکل از ابزار فروشی ها تهیه میکنیم. من رنگبری که مناسب باشه، معادل رنگبر ایرانی باشه رو عکسش رو توی پیج توی کانال برای دوستان خارج از ایران گذاشتم که بتونن اونجا این متریال رو تهیه کنن. متریال بعدی ما جرمگیر یا جوهر نمک هستش که حالا از هر برندی میتونین شما استفاده کنین، مهم نیستش که ایرانی یا خارجی باشه، که اینا رو هم من معادلش رو توی کانال برای دوستان خارج از ایران قرار دادم. متریال بعدیمون چسب ترانسفر هستش یا چسب دکوپاژ یا چسب کاغذ که توی برندهای مختلفی میتونین تهیه کنین، که از این چسب برای چسبوندن اون طرح پرینتی که انتخاب میکنیم پشت کارمون استفاده میکنیم. این رنگای گولدفینگر هستش که توی رنگای طلایی و نقره‌ای موجوده، حالا ممکنه رنگای دیگه اش هم باشه. طلایی هاش هم توی پایه‌های مختلفی هستش که بعضی از توی بخشی از کارهامون برای زیباتر شدن کارمون میتونیم ازش استفاده کنیم. متریال بعدیمون رنگ‌های اکریلیک هستن که ایرانی و یا خارجی، ترکیه‌ای، هر برندی که خواستین میتونین استفاده کنین، که برای بخش پایانی کار اصولا استفاده میشه یا برای بعضی از جاها که نیاز به این داریم که با رنگ کار کنیم، که حالا توی آموزش با هم پیش میریم و میبینیم. چیزی که الان خیلی ترند شده و همه اکثرا دوست دارن که استفاده کنن، استفاده از این شابلون‌های خطی هستش روی آینه هامون. این شابلون‌ها دو دسته هستن، شابلون‌های پشت چسبدار و شابلون‌های ساده. شابلون‌های پشت چسبدار یک بار مصرف هستن، استفاده ازشون هم یه مقدار سخت‌تر از شابلون‌های ساده هستش، اما خب اونا خیلی دقیق‌تر و صاف‌تر میان. توی شابلون‌های این چنینی که چند بار میتونیم ازشون استفاده کنیم، دقت کارمون بیشتر باید باشه. شابلونمون رو باید حتما فیکس کنیم، هم میتونیم از چسب شابلون استفاده کنیم، هم از چسب‌های دو طرفه استفاده کنیم و با دقت رنگبر رو اجرا کنیم که نشتی نداشته باشیم. ولی خب حالا اگر که 1% نشتی هم داشتیم، باز خیلی چیز مهمی نیستش. شما توی این کار میتونید از عکسای شخصی، خانوادگی یا عکسایی که توی فضای مجازی هستن استفاده کنین نسبت به سلیقه‌تون و کاری که میخواین ارائه بدین، و فقط کافیه که نسبت به ابعاد آینه‌تون اون عکس مورد علاقه‌تون رو پرینت بگیرین. تا ابعاد 40x50 یا حتی 50x70 هم عکسای پرینت A4 به نظر من جواب میده، ولی خب بستگی به این داره که بعضی وقت دوست داریم که طرحمون خیلی بزرگ باشه توی آینه، و اون هم باز سلیقه یه دیگه. شما میتونه از ابعاد مختلف A4، A3 یا حتی بزرگتر استفاده کنید. این یه سری کاغذ ترانسفر هستن که توی یه بخشی از کارمون میتونیم استفاده کنیم، که حالا باز اینا رو هم در ادامه کار نوع استفادهشون رو کامل براتون توضیح میدم. دو تا از وسیله‌هایی که حتما ما باید در حین کار ازشون استفاده کنیم دستکش و ماسک هستش، به دلیل اینکه این مواد رنگبر و جرمگیر ما هر دو هم بو دارن، هم میتونن به پوست شما آسیب بزنن. برای همین حتما توصیه میکنم که در حین کار از دستکش و ماسک استفاده کنید تا پایان کارتون.